سلام، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. مرسی از اینکه همراهمون هستین. توی این ویدیو قسمت قبلی دیدیم که دو سه تا خونه رفتیم دیدیم، یکی دو تاشو یکیشو خوشمون نیومد، اون آپارتمان رنتالو، به خاطر شرایط اینکه باید پارکینگ بیرون ماشین رو پارک میکردیم و یه خورده دردسرایی که داشت بیرون از خونه بود، خوششویی و لباسشویی، یه خورده به خاطر این چیزاش خوشمون نیومد. رفتیم سراغ خونه دومی، خونه هرم که دیدید متاسفانه ما اقدام کردیم برای گرفتن اون خونه، ولی صاحب خونه از اجاره دادن خونه پشیمون شد، تصمیم گرفت خونه رو بفروشه. در صورتی که البته اینم بهتون بگم که اینجا خیلی ها، حالا این صاحب خونه این تصمیم رو نگرفت، ولی خیلی ها همزمان که میخوان خونه رو بفروشن همزمان خونه رو برای اجاره هم میذارن. دلیلش رو هنوز من نمیدونم چیه، شاید چون روند، چیزی که من حدس میزنم، شاید چون روند فروختن خونه یکم طول میکشه میخوان خونه رو اجاره بدن و یه مقدار پول به دست بیارن، بعد که اجاره دادن حالا مشتری اومد خونه رو بخره به شرطی که با مستاجر بخواد میفروشن و حالا اون پولم که توی معاملهشون جابجا میشه. چون اتفاقا توی روز دومی که رفتیم خونه ها رو دیدیم، به غیر از اون قسمت اولی که شما دیدین، خونه هایی که توی این قسمت میخواین ببینین، اولین خونه دقیقا همینطوری بود، هم برای اجاره گذاشته شده بود هم برای فروش. چیزی که بود، خودمون من میرفتم توی سایت realtor.ca، منطقه‌ای که میخواستم توش خونه پیدا کنم و وارد میکردم، میزدم این بودجه منه، ماهیانه اینقدر، بین اینقدر تا اینقدر میتونم اجاره بدم، مثلا میخوام دو خواب به بالا باشه، این امکانات رو داشته باشه، به هم یه سری خونه نشون میداد. بعد عکساشون رو باز میکردم، اونایی که به نظرم میومد بیشتر میپسندیدم و خوشم میومد توی عکس، با ایجنتمون هماهنگ میکردم، اون هماهنگیاشو انجام میداد، میرفتیم خونه رو بازدید میکردیم. این خونه اولی که میخوام بهتون نشون بدم، من توی آگهی دیدم که زده بود آپارتمان دو خوابه با یک جای پارک، بعد جلوش دیدم که فضا زیاد داره، گفتم خب حتما میشه یه جای پارک هم اضافه تر یه جوری ازشون گرفت و رفتیم خونه رو دیدیم. اتفاق جالبی که افتاد این بود که ما اشتباهی رفتیم طبقه بالا و یک آپارتمان، یک خونه کامل چهار خوابه نوی نو، تر و تمیز، هممون ذوق زده گفتیم همین الان بریم برای قرارداد، ولی من گفتم نه، یه جای کارش میلنگه. ما این خونه توی آگهی دو خوابه بود، کاشف عمل اومد که این بیسمنت این خونه رو گذاشتن برای اجاره و بیسمنت دو خوابه است، اونم خیلی تمیز بود همینطوری که الان توی ویدیوهاش خواهید دید، ولی بیسمنت بود دیگه، ما دیگه نمیخوایم بیسمنت باشیم. بیسمنت دو خوابه قیمتش هم 2,800 دلار. همه چیه این آپارتمانه، بیسمنت آپارتمانه خوب بود، ولی بیسمنت بود. بیسمنت ایرادی که داره، یکی این که بالا سر شما آدما که راه میرن خیلی صدا میاد، دوم این که سرده، همیشه همه بیسمنت ها سرد نسبت به خونه های معمولی خیلی سردترن و اینجا اکثر سال سرماست. بعد شما نمیتونین درجه دمای سیستم گرمایش سرمایش خونه رو تنظیم کنین، همیشه اون نفری که بالا زندگی میکنه میتونه تنظیمش کنه و اینا مشکلزاه. و اینکه شما بخواین 2800 دلار بدید و توی بیسمنت زندگی کنین اصلا به نظر من عاقلانه نیومد. پس رفتیم سراغ خونه های بعد. باریکلا. خونه دوم یه خونه سه خوابه قدیمی بود که خود صاحب خونه که یه آقای چینی بود با پسرش داشتن خونه رو رنگ میکردن و قیمت این خونه هم بود 2900 دلار در ماه.
خونه سومی که رفتیم دیدیم یه خونه سه خوابه از خونه قبلی تقریبا توی با خونه قبلی توی یه سطح بودن. خونه قبلی یه امتیازی که داشت، صاحبش داشت نوسازی میکرد، حداقل داشت یه رنگی به در دیوارش میزد، میگفت تمیزکاری میکنم، همه چیش اوکیه. این یکی خونه هیچ اتفاقی توش نیافتاده بود و وقتی این شکلی میذارن برای اجاره و در رو باز میذارن که تو بری ببینی، یعنی همین شکلی هم به تو تحویل داده میشه. خیلی خونه کرکسی، سقف تبله کرده بود، داشت میریخ یه تیکه بالا سقف آشپزخونه، خیلی کثیف بود. پس اینم تصمیم گرفتیم که نگیریم و رفتیم سراغ خونه بعدی. قیمت این خونه سه خوابه هم 2800 دلار بود. خونه بعدی که رفتیم دیدیم یه آپارتمان بود با سقف بلند. آشپزخونش خیلی چنگی به دل نمیزد. عرضم به حضورتون که قیمت این آپارتمان یک خوابو، اینجا وقتی میگن یک خواب و یک دن، معمولا دن به یه اتاق مانندی میگن، به یه چهار دیواری میگن که حالا بعضی جاها درم داره، بعضی جاها حتی درم نداره، ولی بالاخره روش میتونی به عنوان یه مکانی مثل اتاق حساب کنی که پنجره نداره. امتیاز منفی دن، اصلا دن یعنی این که پنجره نداره. جالبیش این بود که ما توی این خونه هایی که رفتیم دیدیم، اولا یه جاهایی رو، یه بخشی از سالن رو میگن دن، یعنی یه فرو رفتگی رو میگن دن، ولی کاملا به دید ما ایرانی ها اون مثلا حال خونه از این یکی سالونه. البته انقدر کوچیک بود که حال و سالونش یکی بود. به هر حال به اسم یه خواب و یه دن رفتیم دیدیم، ولی یه خواب کوچیک بود. قیمتش هم بود 2600 دلار که ما چون دوتا ماشین داشتیم حداقل 150 تا 200 دلار هم باید میذاشیم روی این پول برای اجاره پارکینگ دوم. تو این سری که رفتیم خونه ها رو دیدیم، خونه پنجمی یه کاندو یک خواب و یه دن بود که همینجوری که تصویراشو میبینین یه آشپزخونه خیلی کوچیک داشت، ولی نسبتاً ترتمیز بود نسبت به چیزایی که دیده بودیم. قیمتش هم نسبتاً بهتر از بقیه جا بود، 2650 بود و امتیازی که داشت خیلی نزدیک به محل کار من بود و خب یه خورده بهش فکر کردیم، ولی اصلا دلچسب من نبود، واسه همین شک داشتم روش و تصمیم گرفتم که بریم سراغ خونه‌ای که دلخواهمون باشه. امتیاز منفی این خونه هم این بود که اپلاینسش، گاز و یخچال و اینا خیلی افتضاح کثیف و داغون بود. کاندو آپارتمان آخری که توی روز دوم گشتن دنبال خونه رفتیم سراغش، یه کاندو آپارتمانی بود که میتونم بهتون بگم که شاید 35 متر هم نبود، یه خواب و یه دن بود. این جالبش این بود که دنش پنجره داشت سر تا سر و فقط انقدر کوچیک بود نمیشد به عنوان یه خواب حسابش کنی، یه میشد آفیس کوچیکی چیزی باشه توی خونه، ولی انقدر این خونه کوچیک بود که آشپزخونه و سالن و حال و همه چی یکی بود. یعنی شما وارد می شدی توی آشپزخونه بودی. و امتیاز منفی که داشت برای ویدیوی امروز این بود که توش زندگی می کردن، من اجازه نداشتم ویدیو بگیرم، واسه همین فقط تصویر بیرون خونه رو گرفتم. از لحاظ مکانی جای بدی نبود، ولی قیمت خیلی بالا، 2800 دلار گذاشته بود که ما اگه میخواستیم یه پارکینگ هم اضافه بگیریم 3000 دلار حتما برامون در میومد. خب این خونه هایی که امروز دیدیم برای دوتاش اقدام کردیم، ولی انقدر وضعیت خونه وحشتناکه که یه خونه یه خورده ترتمیز باشه یا یه ذره به قیمت باشه در جا اجاره میره. تا ما اقدام کنیم برای این خونه ها اجاره رفتن و این داستان همچنان ادامه داره. با ما همراه باشین تا خونه مورد نظر رو پیدا کنیم. این ویدیوها رو دارم میسازم که از شرایط الان
شرایط اجاره خونه ها و اینکه چه خونه هایی اینجا هست یه خورده بیشتر با خبر بشید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنون از اینکه همراهمون هستید. با ما بمونید. به امید آزادی ایران، زن زندگی آزادی.